سلام، وقت بخیر. امروز میخوایم با هم یک تجربه متفاوت از طراحی دست رو داشته باشیم. کار با راپید و خودکار سفید روی مقوای کرافت. پس با من همراه باشیم. نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه. این طرح عنوانش هست دستان دعاگو، که طرح اصلیش کار آقای آلبرشت دورر هست، هنرمند آلمانی قرن 16 که ایشون این کار رو با قلم فلزی روی مقوای آبی کار کردن با مرکب مشکی و سفید. منتها چون هنوز قلم فلزی رو درس ندادم، دیدم که با راپید و خودکار سفید هم میشه همون کار رو انجام داد و خب راپید خیلی طرفدار داره، احساس کردم که میتونه براتون جذاب باشه. پس این کار رو با راپید انجام میدیم. من معمولا با راپید 2/10 راحت هستم و این درجهش کارم رو را میندازه همیشه، و خودکار سفید هم مارک ساکورا تهیه بکنین، چون مارکای دیگه شو من چند تا مارک مختلف رو امتحان کردم قبلا، ولی خیلی کم رنگن یا قطع و وصل میشن، ولی با این خیلی راحت میشه کار کرد. برای اجرای این طرح شما احتیاج به 2 تا پیش زمینه دارین. یکی این که باید آناتومی دست رو بشناسین و طراحی دست رو قبلا انجام داده باشین، که آناتومی رو در 2 تا ویدیو به طور کامل توضیح دادیم. بعدش چند مدل دست طراحی کردیم که لازمه اون تمرینات رو هم انجام بدین که با ساختار دست کاملا آشنا بشین. همه اینها توی پلیلیست آموزش طراحی دست موجوده. دومین موردی که بهش احتیاج دارین اینه که قبلا باید راپید رو تجربه کرده باشین و بتونین باهاش تمرین بکنین. قبلا یه چند تا تمرین با راپید انجام دادیم، یه درخت کشیدیم و چند تا منظره، که به نظرم تمرین منظره و درخت و اینها کمک میکنه که با راپید بیشتر آشنا بشین و بتونین خوب کنترلش بکنین. اگر هم که قبلا خودتون باش کار کردین که خب اوکیه، میتونیم با هم ادامه بدیم. مطابق با معمول همیشه طرح اولیه رو با مداد رسم میکنم، شیب بند انگشتان رو مشخص میکنم و دقیقا مطابق طرح اصلی طرحش رو میکشم. دقت کنید که انگشتان تو قسمت مفصل یه مقدار پهن‌تر هستن، پس اون فرم رو ایجاد میکنم. انگشت وسط همیشه بلندتره و بندش هم نسبت به بند انگشتان دیگه باز یه مقدار جلوتر قرار میگیره همیشه. حدود ناخون رو در نظر میگیرم که روی انگشت قرار گرفته، انگشت کوچک و ادامه ماجرا. همه رو با همین روش شیب گرفتن طرحش رو اجرا میکنم. به نسبت دستی که کشیدم جای انگشتان دست دیگر رو مشخص میکنم، چون قبلا هم گفتیم دیگه یک قسمت رو به عنوان مبنا در نظر میگیرین، بقیه قسمت ها رو مطابق با اون طراحی میکنین. بعد از اینکه طرح اولیه رو کشیدیم، لازمه که اون رو منتقل بکنیم روی کاغذ کرافت. کاغذ کرافت چون یه مقدار تیره است و حالا من الان از مقوای 160 گرم کرافت استفاده کردم، خب یه مقدارم نسبت به کاغذش ضخیم تره، به خاطر همین روی میز نور یا روی پنجره معلوم نمیشه، طرح از زیرش مشخص نمیشه. بنابراین من دارم چیکار میکنم؟ پشت طرحم رو مدادی میکنم. این یک روش انتقال طرح روی کاغذ یا بومه. کامل هر جایی که خطی وجود داره پشتش سیاه میشه با یه مداد نمره بالا، مثلا مداد B5 B6. بعد اون رو میچسبونم روی کاغذ کرافتم. ببینید چسب زدم، 2 تا گوشش رو چسب زدم که کامل فیکس بشه. بعد با یه مداد معمولی یا حتی با خودکار روش میکشم و تمام خطوط رو منتقل میکنم. الان کاغذ من مثل کاربن داره عمل میکنه. بعد از اینکه همه قسمت ها رو منتقل کردم، خیلی با دقت و آروم کاغذ رو یه گوشش رو بلند میکنم، اون زیر رو چک میکنم. اگر خطی هست که هنوز منتقل نشده، من دوباره با
پررنگش میکنم. دقت کنین کاغذ رویی تکون نخوره. میخوایم بریم سراغ هاشور. بد نیست که قبل از کارمون یه چند تا تمرین کوچیک انجام بدیم که دستمون آماده بشه. من تو این کادر مستطیلی هاشور رو با راپید میخوام تمرین بکنم. برای هاشور زدن با راپید دقت بکنید. از جایی که میخواییم تیره بشه شروع میکنیم. هاشورها رو با تعداد زیاد و نزدیک به هم رسم میکنیم. هرچی میاییم به سمت قسمت روشن فاصله یه هاشورها از هم بیشتر میشه و یه ذره فشار دستمون رو میتونیم کم بکنیم. البته این فشار دست خیلی تأثیر نداره توی کار. اولی رو من هاشور زدم. دومی رو هاشور ضربدری میزنم. توی این کار آقای دورر تقریبا هر دوی اینها رو انجام داده. توی دست که پر از برجستگی فرو رفتگی هاست معمولا به این شکل هاشورای مستقیم نمیزنیم و باید از خطوط منحنی استفاده بکنیم. مثلا به این شکل این منحنی ها نزدیک به هم زده میشن، هرچی به سمت روشنی میرن فاصله شون بیشتر میشه با توجه به فرمی که داریم سایش میزنیم. روی این برگ این مدل خطا رو تمرین بکنین. از سمت چپ که شروع کردم قوسش به سمت چپه، میاد وسط صاف میشه، به سمت راست که میره دوباره قوسش میره به سمت راست. ببینید بعد حالت برگ رو به خودش بگیره. این مدل تمرین علاوه بر این که الان توی کار دست بهمون کمک میکنه، بعدن توی کار چهره وقتی که سایه مو رو میخواین بزنین یا ابرو و مژه رو میخواین تمرین بکنین این میتونه بهتون خیلی کمک کنه. یه منحنی هم اینجا کشیدم، میخوام یک طرفش رو هاشور بزنم. ببینید سعی میکنم که خطوط هاشورم رو در راستای این منحنی بزنم. حالا اگر یه مقدار ضرب دری شد اوکیه، ولی قوسش به صورت طرح اولیه‌مون باشه. یک کوچولو هم با خودکار سفیدتون چند تا خط بکشین، اول امتحانش بکنین ببینین که خطاتون به چه صورت در میاد، بعد روی کار اصلی اجرا بکنید که حالا خدای نکرده کارتون خراب نشه هی دوباره بخواین کاغذ اسراف بکنین و انجامش بدین. برم سراغ سایه زدنم. خطوط اصلی کارم رو با راپید پررنگ میکنم ولی سعی کنید حالت دورگیری رو به خودش نگیره. یک طرف که تیره تره میتونه این خطوط زخیم تر باشه. توی این کار نور از سمت چپ تابیده، بنابراین سمت چپمون کامل روشنه، سمت راستمون قراره که تیره بشه. شروع میکنم هاشور زدن. توی هاشوران ببینید خطا رو رها میکنم. سعی کنید خطتون ابتدا و انتها نداشته باشه، کاملا دو سرش آزاد باشه و ترجیحاً این قسمت‌های تیره رو از راست به چپ میزنم که انتهای خطم رو باز رها بکنم و انتهاش یه مقدار نازک‌تر بشه، بره به سمت روشنی‌ها. بعد از اینکه یه مقدار هاشور زدم به نظرم اومد که بیام اول خودکار سفیدم رو هم یه مقدار امتحان بکنم روی کارم که ببینم درجه نورم در چه حدی روی کار میاد. چون با این خودکار سفید ما نمیتونیم میزان سفیدی رو با فشار دست کم یا زیاد بکنیم. این جوهرش خیلی روون میاد روی کاغذ. الان که یه مقدار هاشور زدم دیدم خب این سفیده خیلی مشخصه. پس تیره یای سمت راست رو نیاز دارم که پررنگ تر بزنم. دوباره میرم روی اون سمت راستم کار میکنم. خطوط سفید رو از چپ به راست میزنم که انتهاش رها بشه و اون وسط یه ارتباطی با تیرگی ها برقرار کنه. تا جایی که میتونین سعی کنین تیره ها و روشن ها رو رو هم نیاین. یا اگر قراره بیان رو هم از مشکی روی سفید بیاد بهتر از اینه که سفیدتون بره روی مشکی. چون که یه مقدار اگر سفید روی مشکی بیاد یکم بور میشه، این رنگا با هم قاطی میشه، به نظرم خیلی جالب نیست. تا جایی که میشه تیره و روشن روی هم نیاد و بینشون یه مرزی وجود داشته باشه. مرز تیرگیمو میذارم و میزان هاشورم رو بیشتر میکنم. میرم سراغ انگشتان دیگه.
حدود خطوطش رو مشخص میکنم، خیلی نازک و کمرنگ. جایی که قرار تیره تر بشه من میتونم خطم رو زخیم تر بکنم، ولی سمت چپش که قرار نور بخوره سعی کنین اون خط یا اصلا نذارینش، با خود سفید بکشین یا خیلی نازک بذارین. هاشورا رو مشخص میکنم با سفید، جایی که نور خورده من دارم از سفید استفاده میکنم. حد وسط هم که از کاغذ میگیرم، تیره ها من با مشکی میزنم. در واقع انگار داریم با سه رنگ کار میکنیم، سفید، حد وسط که رنگ کاغذ کرافتمون هست، و مشکی. این وسط سایه انگشت کوچک افتاده روی انگشت بعدی، پس اینجا باید حدود سایه رو بذارم و یه مقدار تیرش بکنم. قبلا براتون گفتم که ما چندین مدل سایه مختلف داریم که من 7 مدلش رو توی یه ویدیویی توضیح دادم. بد نیست اونو ببینین و تمرین بکنین اگر که قبلا ندیدینش. این مدل سایه هاشوره توی بیشتر قسمت‌هاش و بعضی قسمت‌هاش هاشور ضربدری خورده. ما چون داریم بازسازی طرح آقای آلبرشت دورر رو انجام میدیم، پیشنهاد میکنم که دقیقاً خطوط ایشون رو تقلید بکنین. من ویدیوی یعنی در واقع طرح اصلی رو، کار خود آقای دورر رو توی قسمت دیسکریپشن براتون میذارم، خود عکس کار ایشون رو دانلود بکنین، حالا یا توی گوشیتون یا پرینت رنگی ازش بگیرین و از روی اون سایه ها رو اجرا بکنین. یادتون باشه قبل از اینکه توی طراحی و توی سایه زدن به مهارت کافی برسیم، لازم اول کپی کنیم. ممکنه شما با خودت بگی نه من دوست ندارم یا نقاش کپی کار باشم و میخوام مستقل عمل بکنم، ولی شما برای اینکه بتونین مستقل عمل بکنین بهتره که اول راه هنرمندان قبلی رو دنبال بکنین، کاری که اونها انجام دادن رو تمرین بکنین، کپی بکنین دقیقاً مطابق کار اونها، چون خود این نقاشی که شما میبینین و خطوطش رو تقلید میکنین خودش براتون یه معلمه و تک تک خطوطی که این هنرمند اجرا کرده میتونه براتون درس باشه. پس اول یه سری کار باید کپی بکنین، یعنی بهتره که این کار رو انجام بدین. بعد از اینکه یه سری تکنیک مختلف رو پیدا کردین، حالا دیگه میتونین فکر کنین ببینین که دوست دارین دست خط خودتون چی باشه، یا اینکه دوست دارین که سبک خودتون چی باشه و بتونین سبکتون رو پیدا بکنین. نمیتونم من بگم که نه من اصلا هیچ کدوم از کارهای قبلی ها رو نمیخوام ببینم، نمیخوام اصلا تجربهش بکنم و میخوام راه خودم رو برم. بعد اون وقت یهو به خودت میای میبینی که داری سعی میکنی که چرخو از اول اختراع بکنی. نه، چرخو قبلا اختراع کردن. شما باید اول با اختراعات قبلی آشنا بشین، بعد بیاین حالا خودتون یه چیزی رو تجربه بکنین و خلق بکنین. بنابراین خود طرح اصلی رو دانلود بکنین، از روی اون مو به مو اجرا بکنین. مراحل کار من رو هم ببینید، امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه. بعد از اینکه انگشتان رو سایه زدم میام سراغ روی دست. ببینید تو این قسمت یه عضله بزرگ داریم و برای مشخص کردن اون احتیاج داریم که هاشورهامون رو در راستای فرم این عضله بزنیم. هاشورهای ضربدری میزنم. یه مقدار راپیدم رو اوریب گرفتم که یه ذره کم رنگ تر سایه بزنه. جاهایی که میخواین پر رنگ تر باشه بیشتر نوکشو عمودی بگیرین و فشار بیشتر ایجاد بکنین. یه کوچولو تفاوت ایجاد میکنه. حدود رگ ها رو که مشخص نکرده بودم الان با مداد میذارم که دیگه با خیال راحت بتونم کار بکنم. این قسمت استخوان متاکارپ مربوط به کف دسته و رگ ها اومدن روی اون استخوان ها قرار گرفتن و یه سری فرم اینجا ایجاد کردن. مهمه که تمام این فرم ها درست اجرا بشن. به واسطه برجستگی رگ ها
این وسط ما یه فرو رفتگی داشتیم که من تیرش کردم. حالا در ادامه کامل تر میشه. برای رگ، ببینید رگ یه برجستگی باریکه از بالا تا پایین اومده. من در راستای فرمی که اون داره هاشور مختصر میزنم از سمت راست. جای نورها رو خالی میذارم که یه سریا رو سایه نمیزنم، از کاغذم استفاده میکنم به عنوان حد وسط و یه سریا رو دوباره با خودکار سفید روشون کار میکنم. خیلی حواستون به نورها باشه. این قسمت که اصلا خودکار سفید نمیخوره، تیرگیش با راپیده، روشنیش خالی میمونه، کاغذمونه، چون نور شدید اصلا نداره سمت راست. دوباره یه عضله این طرف سمت چپ دارم، جای عضله رو حدودش رو مشخص کردم. ببینید هاشورهایی که میزنم در راستای فرم اون قسمته. توی کار اصلی تمام این هاشورها مشخصه، اصلا نگران نباشین. یعنی وقتی که دانلود بکنین طرح اصلی رو، با دقت نگاه بکنین مسیر خطا رو میبینید که تو چه راستایی هست. نورها رو از سمت چپ شروع میکنم میزنم. ببینید اول خطایی که با خودکار سفید میکشم یه مقداری زخیمتر شد و ردش افتاد. بابت اون هم نگران نباشین، چون دوباره روش هاشور میزنم و سمت چپ خیلی روشنه، اون قسمت برطرف میشه. خودکار سفید یه خورده این چالش ها رو داره، چون کنترل جوهرش یه مقدار سخته و خطایی که یه خورده منحنیه اون ابتداش ممکنه یکم زخیم و تیره بشه، که هیچ اشکالی نداره، این خاصیت کار با خودکار سفیده و تا جایی که میشه اونها رو پوشش میدیم بعدن با یه سری خطوط ضربدری که روش میایم. یه جاهایشو یک کم راپید میزنم. میبینید این قسمت داره پر میشه و اون نقطه ها تقریبا پوشیده میشه. یه خورده اومده راپید رو با سفید یه ذره کنار هم زده، ولی تا جایی که میشه سعی کنید این دوتا روی هم دیگه نیان. من تا جایی که میتونم سعی میکنم به طرح اصلیم وفادار باشم و همونجور که گفتم قراره که از این استاد یاد بگیریم، از آقای دورر. به خاطر همین با دقت خطاشو نگاه میکنیم و مطابق با کار ایشون اجرا میکنیم. میتونم برم سراغ دست دیگم، حدود خطا رو مشخص میکنم و به همون شکل هاشور میزنم.
خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودین. قطعاً در درس‌های بعدی هر از گاهی تمرینات راپید رو هم براتون دوباره میذارم، چون میدونم طرفداران راپید خیلی زیادن
و اینکه دوست دارین که طرح‌های با چالش بیشتر رو هم تجربه بکنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنین و اگر دوست دارین در درس‌های بعدی با ما همراه باشین سابسکرایب کنین. من پلیلیست آموزش راندو و آموزش طراحی رو براتون گذاشتم. بد نیست که یه سری به پلیلیستمون بزنید که ویدیویی براتون جا نمونده باشه یا اگر تازه با کانال ما آشنا شدین ویدیوها رو به ترتیب ببینید. شاد و سلامت باشین.